پس از روی کار آمدن طالبان، شاخه خراسان داعش حملات خود را افزایش داده است. این گروه شماری از مردم را هدف قرار داد و 13 نظامی آمریکا را کشتند و بعد از آن به حملات خود از این نوع ادامه دادند و بیشتر مساجد شیعیان و سنی ها را هدف قرار می دهند. به همین دلیل اخیرا شاخه خراسان گروه داعش عمدتا مساجد شیعیان را در افغانستان هدف قرار می دهد. برای شما روی کار آمدن طالبان چی تأثیری بر انسجام فعالیت های گروه های دشت افغان و خصوص گروه داعش و القاعده در افغانستان گذاشته است؟ این یک پرسش بزرگ است که آیا افغانستان بار دیگر پایگاه امن شورشیان القاعده خواهد شد یا خیر؟ طالبان اکنون به یک گروه نمادین موفق جهادی در جهان مبدل شده است، به خاطری که آنها توانستند به هدف خود، یعنی شکست دادن قوای ناتو و آمریکا پس از 20 سال جنگ برسند. فکر میکنم این گروه ها از حاکمیت طالبان سود میبرند و در حال حاضر طالبان در قسمت موجودیت این گروه ها در افغانستان بی‌اعتنایی میکنند و در برابر القاعده تحمل نشان میدهند. فکر میکنم به خاطری که الزواهری در کابل کشته شد و او در خانه رهبر شبکه حقانی پنهان بود. ما میدانیم که گروه حقانی با شبکه القاعده هم دست است. داعش از حاکمیت طالبان در افغانستان سود میبرد و از خاک این کشور برای پناهگاه امن و پیشبرد فعالیت‌های خود استفاده میکند. قبل از روی کار آمدن طالبان، گروه داعش در ولایات کنر و کندهار حضور داشتند، اما اکنون در 34 ولایت افغانستان مستقر شدند. در مورد ساختار شاخه خراسان گروه داعش کمی توضیح بده. بودجه اون را کی میپردازد و افراد چطور جلب و جذب میکنند؟ طبق گزارش ها برخی از اعضای این گروه افغان نیستند. شاخه خراسان داعش در سال 2015 توسط حافظ سعید، یکی از رهبران طالبان، ایجاد شد. در سالهای نخست شماری از اعضای گروه طالبان افغانستان و گروه طالبان پاکستان به آن پیوستند. در سال 2015 جنبش اسلامی ازبکستان متحد شاخه خراسان داعش شد. یک بر سوم اعضای گروه داعش فعال هستند، اما شاخه خراسان قوی ترین بخش این گروه به خاطر ساختار تشکیلاتی آن است و به عنوان گروه جهادی جهانی جنگجویان فراتر از افغان نیز دارد. این جنگجویان چطور جذب می شوند؟ به نظرم شماری از مردم از کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان و ازبکستان و برخی کشورهای شرق میانه به این گروه پیوستند. آنها به آن دلیل به گروه داعش ملحق می شوند که در منطقه آنها شهرت پیدا کرده است و واضحا نظر به موقف آن در آسیای میانه بیشتر جذاب است. به همین خاطر آنها به شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان می پیوندند. من از شما چرا گروه داعش مساجد، مراکز تحصیلی و مذهبی در افغانستان هدف قرار می دهند؟ گروه داعش اخیراً مردم هزاره و شیعیان افغانستان را که تقریباً 20% کشور است هدف قرار دادند. از سال 2016 بدین سو این گروه مردم شیعه را در مکاتب هدف قرار می دهند. افغانستان یگانه کشوری نیست که مورد حملات داعش قرار می گیرد. این گروه در پاکستان نیز شیعه ها را هدف قرار داد و اخیرا در بلوچستان نیز مردم را کشتند. اما چرا فقط این مردم را هدف قرار می دهند؟ به خاطر که آنها نظر به ایدئولوژی یا نظریاتی که دارند، مردم شیعه را کافر می خوانند و می خواهند این افراد مجازات شوند و کشته شوند، به خاطر که یکی از ایدئولوژی های آنهاست. و چرا مساجد شیعه هدف حملات قرار می گیرند؟ به خاطر که طالبان توانایی تأمین امنیت مساجد را ندارند و به همین دلیل برای داعش یک هدف آسان و ساده است. داعش می‌خواهد پیام خود را به گوش جهان برساند که آنها هنوز فعالیت دارند و این گروه برای رسیدن و بقای خود همیشه جدی عمل کرده است. گروه داعش تا چه اندازه در افغانستان گسترش یافته است و چطور بر وضعیت افغانستان و سایر کشورها تاثیرگذار هستند؟ فرضی من این است که این گروه بیشتر در افغانستان فعالیت دارد و مردم شیعه را هدف قرار می دهد. اما اخیراً آنچه که این گروه را بزرگتر نشان می دهد انجام حملات در ازبکستان، تاجیکستان و شماری از حملات در پاکستان بود. این گروه حملات خود را فقط به سرحدات افغانستان منوط نساخته است و توانایی این گروه به انجام حملات آن به کشورهای همسایه افغانستان نیز رسیده است.
به همین خاطر داعش اکنون به یک گروه جهادی جهانی مبدل شده است. این گروه ممکن در آینده جانشین گروه اصلی داعش گردد، به خاطر که داعش اصلی در عراق و سوریه مستقر شدند، با آنها بیشتر قدرت را در دمشق از دست دادند. اکنون به طور مثال افراد این گروه حدود 500 حمله را در افغانستان انجام دادند که چند برابر حملات گروه داعش اصلی است و ممکن این پیش بینی ها در آینده تغییر کند. ما ممکن شاهد وضعیتی باشیم که این گروه داعش جانشین گروه داعش اصلی گردد. در مورد حملات گروه داعش و کشتار مردم هزاره صحبت کردید. ایران یک کشور با حکومت شیعه است. به نظر شما چرا تاکنون داعش در ایران حملات انجام نداده است؟ تاکنون به نظرم وضعیت ایران پیچیده است. بسیار دشوار است که این مسئله را درک کرد. این گروه در برابر ادارات آمریکایی مبارزه می‌کردند و ایران از آنها حمایت می‌کرد و حامی شماری از گروه‌های جهادی است و به خصوص گروه‌هایی که در برابر قوای آمریکایی مبارزه می‌کنند. با در نظر داشت اینکه در ساحات در جنگ گروه‌های جهادی شیعه ها را هدف قرار می‌دهند، ایران میزبان رهبر ردیف دوم القاعده در خاک خود است. از سوی دیگر ایران می‌داند که این گروه شیعه ها را در کشورهای در جنگ هدف قرار می‌دهد و از سوی دیگر میزبان یکی از افراد ارشد القاعده است. دلیل این که داعش ایران و مردم شیعه این کشور را هدف قرار نداده است، من نمی‌خواهم شایع پراکنی کنم و یک کار نادرست خواهد بود، اما باید بگویم که ایران در وضعیت پیچیده قرار دارد و مشکوک است. از یک طرف از گروه‌های جهادی حمایت می‌کند و از طرف دیگر از جوامع شیعه در سراسر جهان حمایت می‌کند. به طور مثال ایران از گروه حوثی در یمن حمایت می‌کند که بیشتر هویت شیعه دارند و در برابر قوای سعودی در یمن مبارزه می‌کنند. طالبان بارها ادعا کردند که تهدیدات داعش در افغانستان دفع کردند و امنیت برقرار ساختند. اما حملات داعش وضعیت متفاوت را نشان می‌دهد که در حملات آن شمار زیاد مردم ملکی کشته شدند. شما روابط میان گروه طالبان، داعش و القاعده را چطور بررسی می‌کنید؟ ISIS is enjoying قسمی که قبلا نیز اشاره کردم، گروه داعش از برگشت طالبان به عرصه قدرت استفاده می کنند، به خاطر که طالبان توانایی تامین امنیت در کشور را ندارند. از سوی دیگر فکر می کنم این تهدیدات داعش باعث ایجاد فشار بر کشورهای غربی خواهد شد تا با طالبان همکاری کنند و از سوی دیگر این وضعیت برای طالبان مشروعیت ایجاد خواهد کرد. طالبان تا اکنون موفق نشدند که در افغانستان وحدت ایجاد کنند، وضعیت اقتصادی و سیاسی را بهتر بسازند. به همین خاطر گروه داعش بیشتر طرفدار پیدا کرده و در آینده آنها نیز تلاش خواهند کرد تا افراد بیشتری را به گروه خود جلب و جذب کنند.